و وقت شما بخیر. به این پس از خبر خوش آمدید. باران‌های شدید در ولایت‌های شمال کشور باعث سرازیر شدن سیلاب‌ها در چندین ولایت و ده‌ها ولسوالی شمال کشور شده است. آمارهای مختلف از سوی مسئولان محلی در مورد تلفات انسانی، تعداد زخمیان، تخریب منازل، از بین رفتن مواشی و از بین رفتن هزاران جریب زمین حالا وجود داره. در کنار این، در 5 ماه نخست سال 2018 گفته میشه که بیش از 100,000 تن از خانه هایشان بیجا شدن که گفته میشه 3% از جمعیت کل کشور را تشکیل میدن. حالا جنگ و خشکسالی دو عامل عمده خوانده میشه یا دو عامل عمده فرار این شهروندان از مناطقشان خوانده میشه، بیشتر هم در غرب و جنوب کشور. حالا اداره مبارزه با حوادث طبیعی برای مبارزه با چنین وضعیتی و فراهم ساختن سهولت‌ها برای این شهروندان کشور چه کاری کرده است؟ دوم اینکه چقدر این کمک‌ها برای این شهروندان بسنده بوده و سوم هم آمار دقیق تلفات رویدادهای اخیر واقعا در دست اداره حوادث طبیعی هست یا مبارزه با حوادث طبیعی؟ من بیژن آرین هستم، میزبان این برنامه پس از خبر. قبل از این که با دو مهمانم بحث را آغاز کنم، در نخست گزارش، سپس وقفه. بیش از 1 میلیون آواره داخلی حاصل جنگ های خانمان سوز افغانستان. جنگ هایی که هیچ نشانه ای از پایان آن نیست و بیشتر از مردمان عادی قربانی میگیرد. یافته های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان نشان می دهد که کندوز، بغلان، فاریاب، سرپل، ننگرهار، هلمند و فرا بیشترین رقم بیجا شدگان داخلی را از بهر ادامه جنگ های نفسگیر دارد و 30% جمعیت افغانستان در 5 ماه نخست 2018 میلادی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در قسمت بیجا شده های داخلی اگر ما ممکن 2-3% ما رقم بیجا شدگی را داشته باشیم به تناسب 30 میلیون 33 میلیون. اگر ما بیش کنیم، هرات یکی از شهرهای بزرگ افغانستان بیشترین آوارگان داخلی را در خود جا داده. این بیجا شدگان از بیتوجهی دولت به زندگیشان انتقاد می کنند و می گویند در کنار بیتوجهی دولت، فقر و بیکاری ادامه زندگی برای آنان را سختتر ساخته. مردم به می دشت بیاردن پخش کردن دیگه، کسی مشکلات مردم به می دشت خب حل نمیشه. به می توجهی به می بی سرپناهی به می چادری که بوداده به می چادر شوی مردم به می تیر نمیشه. افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین رقم پناهندگی را دارد. امروزه در کنار بیش از 1 میلیون بیجا شده، نزدیک به 5 میلیون افغان دیگر در کشورهای بیرونی زندگی می کنند. در این برنامه پس از خبر بیشتر روی موضوع چگونگی کمک رسانی به بیجا شدگان داخلی بحث میکنیم. بانو عزیز جلیس، عضو مجلس نمایندگان را اینجا در استودیو با خود داریم. در کنارشون آقای عزت‌الله صدیقی، مشاور ارشد وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث. خیلی خوش آمدید. ممنون از اینکه تشریف آوردین. بحث را با شما آغاز میکنم آقای صدیقی. حالا وضعیت شهروندان بیجا شده از اثر سیلاب‌ها چگونه هست؟ گفتم میشه بیش از 15 ولایت حالا سیلاب آمده و شهروندان در چه وضعیت قرار دارند؟ تشکر. سلام های خدا به تمام بیننده های تلویزیون آریان نیوز تقدیم میکنم. متاسفانه که ما با حوادث غیر مترقبه امسال باز هم مواجه شدیم و در قسمی که شما گفتین در 15 ولایت که میشه باز نمایش بعدن بگیریم، سیلاب های مدهش رخ داده که ما دیگه باز اعداد ارقام شسته میشه یادآوری کنیم. از اونا هم متاسفانه که تلفات جانی داریم و هم خسارات اقتصادی داریم به زمین های زراعتی و منازل، مکاتب، پل ها و غیره. و ولی بجا شده های داخلی ارقامی را که تا به همین لحظه ما داریم، صرف 72 فامیل در همین 15 ولایت بجا شده و به اونا مواد ضروری که نیازشان هستند از لحاظ مواد غذایی و غیر غذایی هم از طرف اداره ملی مبارزه با حوادث و هم از طرف مؤسسات همکار ما برشان توزیع شد. اما رسیدگی باید واقعا به این بیجا شدگان شده؟ مشخصا اگر در آغاز بحث بیایم روی سیلاب زدگان بحث کنیم، در ادامه بحث بیایم روی بیجا شدگان دیگر هم، به سیلاب زدگان واقعا رسیدگی شده؟ یک چیز باید ما بپذیریم من حیث اداره دولتی
که شاید مشکلات انوس هم وجود داشته باشه ولی برای از اونا رسیدگی هم طبعا که شاید یا واقعا وجود داره؟ وجود داره، ایره ما میپذیریم، ولی اقدامات هم صورت گرفته. ما تا به حال به حدود 758 فامیل مواد غذایی، برای 242 فامیل مواد غیر غذایی، پول نقد برای 21 فامیل که اونا بخی تمام اشیا و منزل خود از دست داده بودن برشان توزیع شده. و این کارهای توزیع مواد غذایی ما در 16 ولایت همه روزه جریان داره، هم از طرف امکانات دولتی ما، از طرف کمیته ولایتی مبارزه با حوادث. این آخرین آماری از پیش شما رسیده؟ بله، بله. اما ولی تعداد شهیدهایی را که ما داریم متاسفانه که 71 تن بوده و زخمی ها 9 نفر تا به حال گزارش. اما یک مورد را فراموش نکنیم آقای صدیقی، اینجا در ولایت های شمال، بخصوص شما اگر سر بزنین به ولایت بغلان، ده ها ولسوالی، ده ها روستا هستند و چندین ولسوالی که حالا زیر آب شده روستاهایش، در کنارش خانه های مردم تخریب شده. شما این کمک را کردین، فکر نمیکنین حداقل این از ولایت بغلان اگر کمک شود تجاوز نمیکنه ولایت های دیگر را کنار بگذاریم؟ ببینین تعداد قریه ها و اونایی که اگر به او حساب ما بریم زیاد است تعدادشان، ولی ای امو مردم هستند که عملا مورد ارزیابی قرار گرفتن، شناسایی شدن و برشون کمک های ادامه داره، ولی این کمک های ما هنوز هم ادامه داره. ما گفتم که متوقف نشده، که ما دیگه هر قوم هم پیش ما هست که حدود 617 رس مواشی تلف شده و منازل حدود 888 این آمار منزل. بعدا صحبت روش خواهیم کرد. اما چگونگی رسیدگی سوال هست. اینجا اداره مبارزه با حوادث تشکیل شد و آقای برمک قبلا در رأسش بودن، به خاطر اینکه حداقل رسیدگی بهتر شود. اما شکایت ها از این است و آنچنانی که گزارش ها رو ما داشتیم، دقیقا عصر امروز در ساعت 5:30 در خبرهای ولایتی ما سه گزارش داشتیم از ولایت های شمال که ده ها خانواده بودند که شکایت میکردند اینجا برشان چیزی نرسیده، خانه هایشان تخریب شده، دیروز همچنان، پریروز همچنان، همین قسم در طول یک هفته. این سیلاب از یک روز، دو روز، یک هفته، دو هفته نیست، حداقل از یک ماه، یک و نیم ماه هست که جریان داره و این وضعیت متاثر ساخته شهروندان. ببینین شما یک ماه پیش این سیلاب ها نبوده، شما ببینین مدید در روز تا دو هفته پیش ما مصروف ازی بودیم که ما پلان پاسخدهی را برای خشکسالی جور میکردیم، ما مصروف ازمو بودیم. اما در کل واقعا رسیدگی به ولایت های شمال شده؟ این سوال این است به خاطری که تعداد تلفات اونجا خیلی ها بالا هست. موارد شما شریک میسازیم بر اساس گزارش هایی که ما داریم، شاید اگر ما گزارش ها رو با شما شریک بسازیم در اخیر برنامه، این آمارتان شاید دو یا سه برابر شود. شما اجازه بدین برتان میگم، شما ببینین دو هفته قبل ما در ولایات شمال افغانستان هیچ گونه بارندگی نداشتیم. بارندگی ها و سیلاب هایی که آمده، اما حداقل در یک نیم یا دو هفته اخیر، یک هفته میشه که به اون اوج در یک نیم الا دو هفته اخیر. ببینین شما امیال عملا کمک های ما ادامه داره. من در ابتدای سخنهای خود گفتم که ما تمام ادعا را ما نمی کنیم که به تمام فرد فردی که متاثر شده، زخمی شده، شهید شده و یا زمینشان از بین رفته، به هر کدامش علایده علایده ما تا به حال کمک رسانیم. اما برای حد اقلشان؟ ولی برای حد اقلش، برای حد اقل شما رسیدگی؟ ولی برای تعداد زیادشان رسیدگی شده. به تعداد زیاد؟ تعداد زیادشان. گزارش ها را انشاءالله ما در اخیر برنامه اگر خواستین همیش را برای شما پرینت میکنم، شریک میسازم، امید دارم که رسیدگی کنین. بفرمایید خانم جلیس، واقعا شما که نماینده مردم سرپل هستین، وضعیت آنچنانی هست که آقای صدیقی شریک ساختن اطلاعات را، یا متفاوتر از این گفتن ما رسیدگی کردیم به اکثریت، واقعا به اکثریت رسیدگی شده اینجا یا اقلیت؟ تشکر. من بلنوه احترامات خود به تمام بینندگان تلویزیون هاریانا نیوز تقدیم میکنم. جای تاسف است که واقعا ارقامایی که داده میشه خیلی متفاوت است. دو سیلاب که در ولایت سرپل آمده تاریخ 23 ثور بوده و تاریخ 26 ثور بوده. در تاریخ 23 ثور 21 فامیل متضرر بوده، کلی و قسمی بوده و به فامیلایی که کلا منازلشان تخریب شده، بر از اونها 15,000 افغانی نقد داده شده و بر منازل که قسمان تخریب شده بر از اونها 7,500 افغانی. ولی در سیلاب دومی که در تاریخ 26 به وقوع پیوست، اونجا فقط 51 فامیل متضرر شدن، بر از اونها مواد غیر غذایی داده شدن.
مثلا دفتر یونیسف بوده که مواد که برای اونا تهیه کردن، یک دونه ترپال بوده، دو دونه کمپل و یک بسته افصل صحه و یک بایک لباس طفلانه بوده. شما ببینین که اینه یک هفته از این وضعیت، از این حادثه سیلاب ها سپری میشه. امروز دو تیم دولتوالی ها حرکت کردن. بعد از یک هفته، بله، یک هفته تقریبا بیشتر از 600 فامیل سروی شده در مرکز سرپل که اینا متضررین هستن، ولی از مراکز، از اولسوالی ها هنوز هیچ حرقام نامده که او موساهات که ناهمن است وسیله ریاست سرمایاشت سر این صورت میگیره، مسئولیت چه اونا بدوش دارن و ساهات که امن میباشه ایرا فقط ریاست حوادث سر می بکنه. واقعا آنچه را که اداری حوادث طبیعی انجام داده، من حیث یک نماینده مردم، من حیث کسی که شما بیشتر ارتباط دارین با معتلینتون، این خدماتشان بسنده بوده و واقعا رضایت داشتن از کار؟ نه خیر. یعنی هیچ گاه مکفی نبوده. مردم شکایت بسیار زیاد داشتن. وقتی که 700 فامیل اونجا سروی میشه و ضرر میبینن و بر 21 فامیل و 51 فامیل یعنی رسیدگی بسیار کم است. وقتی که یک منزل مسکونی به کلی تخریب میشه، شما فکر کنین که 15,000 افغانی بر از اونها چی میشه؟ شاید 6 نفر یا 7 نفر اعضای فامیلشان باشه. و قیمت که مواد که ما از بازار خریداری میکنیم و بر کل مردم افغانستان وایداست که امروز مردم چقدر مشکل اقتصادی دارن و چقدر ضرورت ها دارن، به خصوص که ضرورت اولیه از اینا را 15,000 کفایت نمیکنه. تشکر آقای صدیقی. مشخص باز هم تکرار کنم پرسش رو، اینجا تعداد زیادی از ولسوالی ها هست، مشخصا اگر شما بیاین در بلخ، حالا شلگره و خلم، گزارش را من میتونم در اخیر برنامه با شما شریک بسازم که ده ها خانواده هستن که اصلا تا حال به اونا کمک نشده، شکایت دارن، خانیشان چپه شده، حالا هیچ چیز ندارن خلاصه و هیچ نوع کمکی هم نشده. پس این اداری محلی یا بخشایی که شما در هر ولایت دارین، اینا چه کار میکردن در این مدت؟ ببینید، اجازه بدین منتها. ببینید شما، اگر ما برتان از 10 ولسوالی، از 20 ولسوالی را ارقامش برتان اگر اجازه بدین برتان بگم، او را به مردم نمیگیم ما. شما ببینید چه کار شده. ما برتان میگم مشخصا سر خلم و سر شکر چی میایم، شلگرم میایم، مشخصا میایم سرش است تمام ارقام. از 20 ولسوالی، از 20 قریه را اگر ما کمکایش رسیدگیش بگویم، او را به از طریق مطبوعات ما به مردم نمیگیم ما. ولی اگر در یک جای دو ساعت پیش باشه، در یک ساعت اگر دو ساعت پیش باشه، باز او را برشان میگیم. من برتان این حال میگم. بلخ، از طرف ریاست مبارزه با حوادث ولایت بلخ، برای هر 1,000 تن از متضررین تا اکنون 2 یوم غذای طبخه شده در اینمی خلم برشان میال غذای پخته شده ما برشان داده رایستیم، اینمی 2 روز میشه. مواد غذایی صرف WFP لوبیا داشتن و آر داشتن که امی پیشین ما امرای وزیر صاحب بودم، با دفتر WFP تماس گرفتم، گفت که مواد ما ختم شده تا به سبا را، گفت مواد ما امو بسته غذایی که است که برنج است، روغن است، آرد است و لوبیا است، نمک است و کت های صحی است، اونا را برشان میرسانند. یعنی تا حال نرسیده این بسته ها. ببینید شما، شما ببینید، او بالایش که میگم، او بالایش که میگم انعکاس نمیتین، ولی یایش که میگم که سبا میرسن. فرصت داشتین انعکاس دادین، اما یک مورد خیلی عمده. آقای صدیقی، این را شما هم من حیث شهروند قضاوت میکنین، خانم جلیس هم من حیث نماینده مردم، اینجا ولایت های زیادی هست که باشندگانش دقیقا مشکل دارن. در بدخشان را مطمئن هستم شما اطلاعات خیلی ها خوب دارین، درباره شما درباره فاریاب دارین، در کنارش درباره سرپل دارین، درباره بغلان دارین، درباره سایر ولایت ها دارین، اما این اداره های محلی چه کار میکردن؟ ببینید شما، باز هم برتان میگم، ولایت وار هر 24 ساعت ما اعداد و ارقام داریم، میشه که از کمره تان بگیرین و نشان بتین. من میپذیرم در ابتدای سخنهای خود گفتم که مشکلات وجود دارد. رسیدگی به حوادث، رسیدگی به حوادث است که قبلا طبیعی بود، حالا طبیعیش هم حذف شده،
حالا این اداره مبارزه با حوادث دقیقا در هر ولایت باید آمادگی باید به چنین وضعیتی داشته باشند. اما رسیدگی ها خیلی ها کم بوده. شما اجازه نمیتین. ببینید بدون سیلاب ها هم اداره ملی مبارزه با حوادث در فصل خزان هر سال پلان دولتی آمادگی برای چنین وضعیت حالا ما از خزان میگذاریم، شما در این بهار چی کردین؟ سوال ببینید. اینه از اون مو وقت ما در بغلان چه کار کردین؟ بفرمایید. از طرف از امی ریاست ما برای 205 فامیل متضرر از سیلاب ها برای هر کدامش 50 کیلو برنج، از طرف مؤسسه فوکاز به هر کدامش یک کت هایجین یا حفظ الصحه، از طرف مؤسسه دبلیو پی 2 کیلو 200 کیلوگرم آرد، 14 کیلو دال. برای چند خانواده؟ 205 خانواده. برای 205 واقعا 205 خانواده متضرر شدن؟ نه خیر، نه تعداد زیاد است. شما آمار موضوع دقیق دارین؟ شما سوال این است، آمار دقیق واقعا از ولایات وجود داره؟ اینمی گزارش را که ما برتان خوانده رسیم، امروز 30 سور بود. ای از 30 سور است به پیش ما که اینا مورد ارزیابی ما قرار گرفته، به دیتابیس ما شامل شده. پس نتانستین که آمار دقیق را از متضرران رویدادهای طبیعی در ولایات داشته باشید؟ ایره ما نمیپذیریم. ببینین شما، ما اگر دیروز از ما سوال میکنین، این تعداد به 150 شاید میبود، به 100 میبود، به 180 میبود، ولی حال به 205 رسیده. و سبا اگر شما از ما بپرسین، این شاید به 250 برسه. ما براتون میگیم که این اعداد ارقام شاید مشکلات وجود داشته باشه، ولی با تعداد زیادشان رسیدگی صورت گرفته. شما آمار دقیق را پیدا میکنین و تحقیق میکنین، سروی میکنین، پس این زمان خیلی زیادی را میبره. در کنار این تعداد از خانواده ها هستند که حتی غذایی برای خوردن ندارن. قیمت را شما خیلی خوب میفهمین که مواد خوراکی چقدر بلند میره. خانم جلیس بیشتر اشاره کردن. پس آمادگی یعنی چی؟ آمادگی برتان باز هم میگم که ما در گودام های خود هم مواد غذایی داریم، هم مواد غیر غذایی داریم و هم پول نقد. در در روز ولی بر رسیدگی نشده. سوال امین است، در روز شکایتی که اکثریت باشندگان ولایت ها دارن همین است. در طول یک هفته ای که شما میخوانیش، پس در طول یک هفته چرا رسیدگی باید نشده؟ به تعداد اکثرشان رسیدگی شده و میشه. آنچه که خانم وکیل اقلیت میخوانه. ببینین شما، ما از خانم وکیل ما ولایت سرپل برتان میگم، برای 582 فامیل به هر کدامش 50 کیلو آرد، 20 کیلو برنج، 10 لیتر روغن، و برای 6 فامیل که منزلشان قسمی که گفتن 15000 افغانی و قسمی تخریب شده 7500 افغانی، و به همین ترتیب کمپل، ترپال، کتهای تفلانه، کتهای سیهی، همچنان کتای آشپزخانه، کتای فامیلی، بود، جراب، تختشال مردانه، تختشال زنانه و غیره بسته ها برشان که اینجا رسیدگی اکثریت نشده و اقلیت پرداخته شده؟ نخنی شما با اکثریت پرداختید. پس در اخیر برنامه نیاز است ما گزارش ها را با شما شریک بسازم. اما اجازه بتین که خانم جلیس هم دیدگاهشان داشته باشیم. خانم جلیس، آقای صدیقی مطمئن است حرفایشان را شنیدین. حرفایشان خیلی ها تناقض داره با آنچه که در ولایات جریان داره. فکر میکنین این اداره های محلی پس چه کار میکنن؟ دولت سرپل در سال جاری 9 میلیون افغانی را که فرستاده بودن، از زودمو خریداری که کردن، قسمی که اینا گفتن یک بوجی آرد 50 کیلویی، مثلا یک بوجی برنج 20 کیلویی بوده یا روغن دلی تره بوده، بر یک تعداد توزیع شده. اما ما بر شما میگم که فقط بعد از یک هفته امروز دو تیم برای ولسوالی تنظیم شده که امروز اونا حرکت کردن. این هر قوم است که فقط بر مرکز بر یک تعداد بر هموم توزیع نشده که ما بگیم که بر ولسوالی ها نه. حتی امروز مردم آب و آشامیدنی ندارن. شما ببینید که 125 قریه اصلا اونا آب ندارن که همه حالا وزارت انکشاف دهات به رزونا از طریق کرایه تانکرها آبرسانی میکردن و امسال ریاست مبارزه با حوادث دو دانه تانکر گرفتن. شما فکر کنین که دو دانه تانکر کرایه بر کدام فامیل رسیدگی میشه؟ بر کدام ولسوالی که ما 4 ولسوالی و مرکز 5 واحدی داریم که داریم در این قریجات هزی، اصلا اونا بسیار مشکل جدی دارن. اداره های محلی یا ولایتی مبارزه با حوادث چقدر با برنامه پیش میره؟ ارزیابی شما؟ به نظر ما یعنی مشکلات جدی وجود داره، کلان رسیدگی نمیشه. اونا خودشان قبول کردن که مشکل دارن. باز هم روی رسیدگی به اکثریت باز هم شما تاکید میکنین و این را تایید میکنین؟
بله بله. اکثریت بله. را تایید میکنین که رسیدگی شده؟ اکثریت رسیدگی نشده. ما برای شما میگم که شما امیال از رئیس حوادث سرپل بپرسین، از رئیس مبارزه با حوادث سرپل که اونا امروز دو تیم خود بار ولسوالی حرکت کردن، تنظیم کردن، اونا حرکت کردن امروز. بله. آقای صدیقی، دو تیم که امروز حرکت میکنه، پس این رسیدگی آیا زیر پرسش نمیره؟ از یک طرف. از طرف دیگر میپردازیم به کسانی که بیجا شدن بر اثر ناامنی ها و خشکسالی ها در غرب افغانستان. دقیقا شما مطمئن هستم آمار دقیق خواهید داشت، آمار دقیق دارین که دقیقا چقدر خانواده یا چند خانواده دقیقا بیجا شدن و چه رسیدگی کردین شما؟ ببینید، او موضوع باز موضوع خشکسالی و موضوع ناامنی ها هسته. تا به حال امی لحظه ای که ما امرایتان صحبت میکنم، گزارشاتی را که ما داریم و اعداد و ارقامی را که داریم، از اول جنوری 2018 تا به حالی که تا به یک هفته پیش برتان میگم، حدود 223,726 نفر بجا شده که برای از اینا، برای تعداد اکثر از اینا مواد کمکی، کمکای بشری برشان رسیده که در کل ولایات افغانستان هست. در 32 ولایت و در 66 ولسوالی در غرب افغانستان سوال ما بود. در غرب افغانستان شما چه کار کردید؟ ببینید، در غرب افغانستان موضوع خشکسالی بود. دو هفته پیش و نیال هم امو هست، ناامنی هم بود، بله، که بالخصوص ولایت بادغیس ما بود، ولایت غور بود، جوزجان بود، سرپل بود، فاریاب بود. بر اوجا هم کمکای که ولسوالیای هرات، بله، ولسوالیای هرات هم بود که از امی ولایات به اوجا بجا شده بود. فرا هم بود، بله، فرا هم بود، دیگه ولایات هم هست، حتی به طرف تخار و مزار و سمنگان اینا هم شامل بود. ولایاتی که بیشترین خشکسالی را داشتن هم اینا بود. همینا بود، بله. برای از او ما پلان پاسخدهی را برش جور کردیم که در قدم اول علوفه حیوانات برشان تدارک دیدیم، چون از امی ناحیه زیاد متاثر بودن، و همچنان موضوع گندم بود که در 200 هزار متری. چند خانواده مشخصا اگه بیاین آماری صحبت کنین، یک، دو، سه، چهار، با چند خانواده رسیدگی کردین شما در هرات؟ به چه کسایی رسیدگی شده و چقدر خانواده ها پس بازگردانده شدن به مناطقشون؟ ببینید، در اوجا ما روی پلانی که کار کردیم در 16 ولایتی که گزارش را که ما داریم و ارزیابی را که انجام نش، در اوجا هم 20 ولایت در کتگوری ازی بود که از لحاظ خشکسالی تای از امیم سال اونا متاثر شده بودن که نامایشان قبلا گفتم. برای از اونا، برای فامیلوار حدود 150 کیلوگرم گندم اختصاص داده شده بود و علوفه مورد ضرورتشان که ما تمام اعداد ارقامش از طریق وزارت متعمل زراعت جمع‌آوری کردیم و او پلانش آماده شد. این آمار را شما شریک می‌سازین همانند این سیلاب هاست یا نه واقعا چیز عینی هست که در مناطق اتفاق افتاده، مشخصا در هرات، بادغیس، غور، فرا و سایر ولایات؟ به اینمی ولایات از اینا عملا توزیع هم شده و در تا به هنوز هم اینا ادامه داره. ببینین شما، این مشکلات نیست که شما در یک روز برین موتر استاده کنین و در اوجه او صد نفر باشه. اما خانم وکیل، مطمئن هستم سوالش را شما گرفتین و انتقادش را مطمئن هستم شنیدین. آقای صدیقی، که شما امروز دو تیم را روان میکنین، وقتی که امروز دو تیم روان میشه، زمانی که یک هفته از سیلاب ها گذشته، یک موضوع یک بار صحبت کنید، شما روی یک موضوع یک بار صحبت کنید، باز به دیگه بیان. تا به حال بحث ما شما روی موضوع بجا شده های مشخصا. ناامنی و خشکسالی فرصت ما یکونیم دقیقه باقی هست. آقای صدیقی، مشخص گپ بزنیم، میخوایم که وقت خلاف نشه. مشخص از ما هم چی برنامه دارین؟ بیاین صحبت کنین روی این چی برنامه دارین، حداقل در شمال افغانستان، در غرب افغانستان چه کار میکنین؟ ما برنامه منظم داریم، پلان منظم داریم برشان. مواد مورد ضرورتشان در حالت توزیع است، توزیع هم شده، توزیع ادامه داره، باز هم ادامه میداره و ایره هم ما میپذیریم که مشکلات داره. با این رو تاکید میکنین که به اکثریت شهروندان رسیدین؟ نه، اقلیتی که بانوجلیس اشاره داره. بله، ما یک ولسوالی داریم، ولسوالی سیاد، که 15 دقیقه فاصله داره از مرکز سرپل و یک مقدار سروی اونجا صورت گرفتن. و باقی ولسوالی های ما، ولسوالی سوزمقله هست، مثلا ولسوالی کوهستان است که او 3 سال میشه که دست تحت تسلط طالبان است، قریه های مرکزی ما هست، ولسوالی سانچارک. این ولسوالی هایی است که اونجا اصلا تیم، فقط گفتم که بازم تکرار میکنم که امروز اونا حرکت کردن تا ای که میرن سروی میکنن و امکان از این هم وجود دارد، چون فصل تشکر. بارندگی ادامه داشت و امی بارندگی که در این فصل است و به سبب
از اینکه یک مقدار صاحب عبور است راه ها و در ضمنش گل و لای است و رسیدن بر اونجا به اون مناطق دور خیلی ها مشکل هم است. ممنون، امید دارم که از اطلاعات خانم وکیل هم استفاده کنیم. ما گزارش ها را با شما شریک می‌سازیم. ممنون از اینکه تشریف آوردین جناب صدیقی و بانوجلیس، ممنون از حضورتان و پایان این پس از خبر هم تا درود دیگر بدرود.